من در واقع اینو الان میخوام با حسی بخونم که از دیدن مه پاره داره این. خب پس منم باید همین حس رو داشته باشم. آره. منم ولی به ماهشوارا دارم میگم که این لحظه رو برام نگه دار. شما فراتر از این هم. این داره میگه اصلا دیگه منو زنده نکن. من در همین اوج دیگه بمیرم دیگه. آره. آخرین زندگی همینه. آره. آره. چون اون خیلی فرهیخته تر آره. از اینه. آره. بله. یه ذره دانای کل تره. بله بله. آره. محمد ما آماده هستیم. خانم کلیوند تشریف دارن که آره اونجا. شما بشستن. همچنان ای بای ما خانم کلیوند اگر چیزی گفتیم اشتباه بود همچنان حواستون هست. مرسی. فعلا همین دوتا شعر اولو با اجازتون بریم. من صدا ندارم. من صدا ندارم. فکرم صدا قطع کلان از اون. من با نویز دارم. چقدر پیش گفتاره بود ترجمه ایناش خوب و خیلی رسا بود. یعنی کاملا آشنا میکرد که داری با چه متنی رو ببینی. اینجا هم باز گفته اینا صادق چوبک خودشو نشون. بله من رفته بودم بوشهر. دلیه. دلی ترجمه کرد. اصلا من رفته بودم بوشهر. بعد دیدم رفتم پرسون خونه صادق چوبک رو پیدا کردم. داشتن با کلنگ و اینا خرابش میکردن. به این کارگره گفتم از این شیشه های عجیب غریب رنگی رنگیش. گفتم آقا اینو من میخرم ازت. گفتش مگه تو میدونی اینجا کجاست؟ گفتم میز خونه صادق چوبکه. گفت من اینو به هدیه میدم. یه تیکه به من هدیه داد با کل بازیگران رفته بودیم. برای پروژه یه چیزی بوده؟ برای بازدید بوشهر هممون رو دعوت کردم. آره بعد دیگه من اومدم همجوری با گریه حالم خیلی منقلب شد. خونه‌اش رو دیدم دارن خراب میکنن. اومدم دیدم بچه‌ها توی ماشین نشستن گوهر خیلی اندیشینه. گفتن اینا از کجا آوردی؟ گفتم اینجوری شد. اونا دویدن. بعد یارو دیگه دید مشتری زیاد شد بقیه رو فروخته. دونه اون موقع مثلا 20 سال پیش دونه 2000 تومان مثلا به اون ولی به من مجانی به همه‌شو گفتن چرا تو گفتم خب من اصلا دنبالش رفتم من نمی‌دونستم قراره حالا اینو زدم به دیوار اتاقم. چقدر زیبا. آره. چقدر زیبا. خیلی هم براش احترام قائلم. صادق چوبک این شروعش مطلعش خیلی قشنگه. خدای سه چشم من خدایی که گلوی گلگون خود را با نوشیدنی زهری کشنده آغشته ساخت تا جهان را پایدار بدارد تو را نگهبان باد. باشد که خدای پیل چهر با خرطوم خود خارهای راه پندار مرا بردارد. باشد که وانی گفتار مرا با پندار نیک الهام بخشد. میخواین یه بخشی از آبیرم شما بخونم؟ نه نه همین اولش رو بعد نه اصلا آبیرم شما بخونین یه جایشو با هم روایت کنیم. چه اشکال نه قشنگیش اینه که صدا خیلی لورستانی باشه. نه 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 خیلی راحت میتونیم اینو تقسیم کنیم به جاهایی که شما به عنوان کارگردان کار اگر هر جایی که فکر کردید که مثلا زیباتر میشه هر چیزی باید به صورت حرفه‌ای بریم جلو دیگه. شما هر جاشو که فکر کردید فکر میکنید صدای زن باشه خوبه اونجا رو من بگید. بچه ها محمد جان شروع کنیم. من صدا ندارم بکنم یه مشکل صدایی دارم. اشکال نداره ما اینجا داریم به یک آشنا میشیم چیزی میرسیم. آره. به نقطه مشترک میرسیم. آره اولش باید میذاشتن یکم با هم اول آشنا بشیم. این آخرش دیوانه کننده است. این یه چیزی ازش در بیاد اصلا ببینید آخرش ستودنی. من فکر کردم دیگه محباره هم با گریه جواب میده یعنی اصلا دلش نمیخواد بلد باشه. بلد گفتی که گفت اگه گفته بودی من جواب نمیدادم حتی اگه اسممو ازم پرسیده بودی نمیگفتم در اون حد. بعد ترجمه کمی تا حدی متن مکلفه من خیلی لذت میبرم. یعنی نه مثل مثلا شما فکر کنید ادبیات کهنمون و نه مثل ترجمه های دم دستی الان. شاید از مثلا سروش حبیبی هم قشنگ تر ترجمه کرده صادق چوبک. کلماتی که توش به کار برده کلمات اصیل فارسی خیلی دم دستی استفاده نکرده. خب به
بریم الان یه جایی رو خودمون دوتایی فیلم بخونیم تا اون آماده بشن. بله. در روزگار کهن در سرزمینی پادشاهی بود سوریاپانتالا. چه بخشید من به یه باگی خوردم، یه دو دقیقه دیگه اشکال نداره ایران، فقط به ما بگو. سوریا کانتا نام که به نیروی خرد وی سپاهیانش به کرانه دریاها راه یافتند و هوش و کیاستش از همه سو به کرانه اقیانوس دانش رسیده بود. تنها یک چیز برایش ناشناس مانده بود و آن زن بود و عشق زن. گرچه زنان را سخت دشمن می داشت، اما خود چنان زیبا بود که انوار سوزان جمالش دل همه زنان بیقراری را که بر وی نظر می انداختن ریش می کرد. با این همه خود در برابر نگاه سوزان آنان چون برف سرد بود. چون زمانی برآمد وزیران پادشاه سخت نگران آینده کشور شدند و گفتند پادشاه را پسری نیست و چون بمیرد جانشینی ندارد و کار ملک به ناب سامانی کشد. پس انجمن ساختند و به شور پرداختند و به دنبال زنان فرستادند و ماه رویان را به هر کجا که بودند گرد آوردند و برای وسوسه و اقوای پادشاه بر سر راه وی گماردند. خیلی کتاب قشنگیه. خیلی. چی شد؟ نویسی دارم نمیدونم از چیه. همون نویسی که شنیدم. پس رگبار نگاه زنان زیبا بر سر و روی پادشاه باریدن گرفت. اما همه بیهوده. زیرا زیبایی فرشتسان آن زنان حتی به اندازه برگ درختی که بر پشت پیل وحشی افتد بر دل شاه تأثیری نداشت. آنگاه وزیران به نومیدی گفتند گاه شود پرهیزکاری جای تبهکاری گیرد. بر پادشاه برازنده است که تا اندازه‌ای از فکر زنان دوری جوید. اما پادشاه باید در رأی خود تجدید نظر فرماید. مبادا کار ملک به ناب سامانی رسد. من میگم اینا رو چجور گرفته بودم. من اون موقع فکر کرده بودم که مثلا راویه رو راوی بگم. اینا سبب اون یکم پیر کرده بودم. ادای وزیر خوب خیلی خوبه. آره حالا بعدش میشنویم ببینیم توی دیالوگا این کار میکنیم. آره. توی دیالوگا این کار میکنیم. اگر برای یه وزیر تیپ خاصی در نظر گرفتی مثلا همون یه وزیره که میاد باهاش یعنی یه راوی وزیر برای وزیر هر تیپی که در نظر گرفتی توی دیالوگای خودشون همون جوری بگین. ولی راوی رو من فقط دارم حالا میخواین یه تیکی راوی رو شما بخونم من برسم اینجا شما وزیر. آره. پس رگبار نگاه زنان زیبا بر سر و روی پادشاه باریدن گرفت. اما همه بیهوده. زیرا زیبایی فرشتسان آن زنان حتی به اندازه برگ درختی که بر پشت پیل وحشی افتد بر دل شاه تأثیری نداشت. آنگاه وزیران به نومیدی گفتند گاه شود پرهیزکاری جای تبهکاری گیرد. بر پادشاه برازنده است که تا اندازه ای از فکر زنان دوری جوید. اما باید پادشاه در رأی خود تجدید نظر فرماید. مبادا کار ملک به ناب سامانی رسد. عالی. بار دیگر انجمن کردند و نمایان اینجوری دو صدای بریم بهتره. خیلی قشنگ شد. دیدی من ماشتی کردی. دیدید شما. بار دیگر انجمن کردند و نمایندگانی نزد پادشاه فرستادند و او را به زناشویی تکلیف کردند. اما شاه بدین سخنان بی‌اعتنا بود. وزیران چون در کار خود فرو ماندند بیان که شاه آگاه شود از سوی خود جاسوسان گماردند تا در شهر به گوش مردمان فرو خوانند که هر کس اینو فکر کردم مثلا چه جارچی. آره جارچی یا اونجا بشه فکر نه درسته هر کس راهی برای زناشوی پادشاه بیابد هزاران کرور سکه زر جایزه خواهد گرفت. گروهی شیاد و کلاش به دستیاری جادو و تلسمات و خواندن اوراد خواستند در شاه نفوذی یابند. اما همگی تیرشان بر سنگ خورد. برعکس دشمنی پادشاه با جنس زن افزون گشت. چنان که اگر چشمش بر زنی میافتاد او را از کشور میراند. وزیران از ترسان که مبادا کشور از زن تهی گردد جاسوسان بر سر راه پادشاه گماردند تا هر جا میرود زنان را از چشم اندازش برانند. اما پادشاه گویی کهربایی بود که زنان زیباروی را به سوی خود میکشاند. پس کار دور داشتن زنان از پادشاه از خفتن بر تیغه شمشیر بران دشوارتر می‌نمود. روزی صورتگری به آن شهر آمد. چون به آنجا رسید از دیدنی‌ها و شگفتی‌ها و شنیدنی‌های شهر پرسید. او را گفتند شگفت‌ترین
سوریاکانتاست که هرچند پادشاه هست اما او را با زنان هیچ کاری نیست و چنان از زنان تا اوسفش میگریزد که از ماران. اگرچه او خود از خدای حسن و جمال چیزی کم ندارد، شگفت این که پادشاه با آنکه خود شمشیر و سلاح برنده الهی جمال برای تسخیر دل زنان است، اما با آنان تمایلی ندارد، چنان که گویی آفتاب گرمی ندهد و باد از وزیدن فرو ماند. صورتگر بخندید و گفت زنه مرد بخونید شما بخونید دیگه. مرا تلسمی است چون نور خورشید، دل لعلگون او را گرم کند. یکی از جاسوسان آنچه شنیده بود به وزیران باز گفت. در دم صورتگر را بخواستند و سراسر قصه برو خواندند. چاره کار جویا شدند و گفتند اگر این کار به سامان رسد او را دولتمند سازند. صورتگر گفت ترتیبی دهید که پادشاه مرا به حضور بپذیرد، دیگر کارها را خود دانم. ای ماه شوارا، بگذار در بهشتی که هستم جاودانه بمانم، یا هم اکنون زنجیر زندگیم را بگسل و یا زمان را چنان که هست از حرکت بازدار و مرا در این لحظه وصل در جهان اکنون نگاه دار. ای شیوا، همین یک بار که به جهان آمدم مرا بس، چون مرا به میرانی بر من منت گذار و دیگر باره به این جهانم باز مگردان. بریم. پیش گفتار اینو که خونده نمیشه. نمیدونم. فکر نمی کنم. خانم چیز میگه. خانم کلیوان، پیش گفتار و اینا که نمیگیریم. نه. از خود قصه میریم. جلدو. پایان ضبط امروز بریم. یادمون میمونه. چشم. پس روی جلدو با صدای خود آقای لورستانی. نه. محباره. من میگم داستانهای عشقی. باش. محباره رو من میگم. اثر ساده چوبه. روی جلد نمیریم. نه. باید یه فکری کردیم. اجازه بدین. با هم میریم همشو. اجازه میدین یه دقیقه. ترکیبی بسته. نظرشون آره، اینه که ترکیبی بریم آقای لورستانی. نه شما میگین جدا باشه، بعد میکسش میکنم. آره، بخشی از شما بخشی از من میذارم. هر کاری دوست داریم، ولی یه دفعه ما بذاریم میکس خودمون بریم. بذاریم ما خودمون میکس بریم. برم محمد. مه پاره، داستان‌های عشقی هندو از متون سانسکریت. ترجمه صادق چوبک. نگوینده ها رو نگفتی. خب نه، تا اینجا چطور بود که اینجوری با هم بریم؟ خیلی خوب. من بگم گویندگان آقای لورستانی اسمای ما رو بگن. خب من فامیلیشم رو نمیدونم. بختی، متینه بختی. بنویسم براتون. متینه بختی. خب من شما رو میگم، شما من رو بگم. آره مثل رادیو. آره قشنگ تره. من 3 سال رادیو کار کردم. اوایلی که چاپ شده بودم نمیخواستم فیلم بازی کنم، فقط قصه های شب رادیو رو بازی کنم. 3 سال گویندگان شما به من میگم متین بختی. نه من میگم مازیار لورستانی، شما میگید متین بختی. کجا هستی؟ لوره خورم بودم. آره بی خود نبود. میگه من پولا تو پولا جامونو از زیر یه کولا. ما دوتا فهمیدیم چمون شد اول. یه ضرب المثله لوریه. میگن ما دوتا فهمیدم چی شدم. لور بود. لورا اولش چوب برمیدارم. بعد دیگه نمیشه جداش میکرد. ولی تونستین ما را از استودیو بیاریم بیرون خوبه. یه مثلث سه تا لور تشکیل دادید خانم. بله میگم. آره میگم چی بشه این کتاب. از سر صفحه. باشه.
نه نه میخوام بهش بگم مه پاره روسری خود را بردار خسته شدی با من راحت باش راحت باش بذار کنار این حرف پادشاه بخندید و گفت ای نقاش میبینم که هنر تو از قضاوتی که میکنی بسیار درخشان‌تر است بسیار باشند کسان که از اینان نیز تیر روستر توانند بود و آن کسانی چون منند که میتوانستند به اندک کوشش و تصمیم مطلوب را به دست آورند و نیاوردند و کوتاهی کردند من ترجیح میدهم بروم و هر دم در آتش اشتیاق جمال او بسوزم تا آنکه با زبونی و ناتوانی خود را از لذت حضورش محروم بدارم. پس پادشاه در بهای تصویر 3 کرور سکه زر به صورتگر داد و تصویر را بگرفت و او را خوشدل روانه ساخت. آنگاه وزیران را گفت وزیران تدارک سفر ببینید که من همین امشب در پی دیدار مهپاره خواهم رفت. وزیران بار دیگر انجمن کردند و گفتند وای اگر شاه برود و ناکام بازگردد آنگاه دیگر ما را کشوری نخواهد بود اگر نرود و همچنان از زنان دوری جوید و پسری نیاورد نیز کار ملک به نیستی کشد از میان این دو بد بد اندک را باید برگزید چه بسا پیروزمند بازگردد پس پادشاه که در آتش اشتیاق و بی‌صبری می‌سوخت همان شب امور کشور را به وزیران سپرد. با تصویر دلدار آهنگ سفر کرد و میخواست که به تنهایی برود. چون ساز سفر کرد، بهترین دوستش راساکوشا نزد او رفت و گفت سرور من، تنها کجا میروی؟ پادشاه گفت دوست من، ممکن است بروم و باز نگردم. چرا کسی دیگر را با خود به نیستی بکشانم؟ آری، تنها میروم. راساکوشا گفت اگر مرا تنها بگذاری و بروی چنان است که خیشتن خیش را با خود نبرده باشی من و تو با هم یک تنیم تو نیم خیش را تسلیم پادشاه تو دیگر نیم خیش را تسلیم مهپاره کرده ای و دیگر خود نیستی و اندیشه ای جز او در سر نداری اکنون چگونه میخواهی با طرح معمای خود او را به دست آوری بیان که آن نیم دیگر خود را که در من است همراه بری و اما من با نداشتن نیم بهتر از خود چه کنم اگر کامیاب نگردی بی من چه توانی کرد زیرا کامیاب شدن بی همدستی دوست چه لذتی میتواند داشته باشد پادشاه به همراه بردن دوست رضا داد و گفت بسیار خوب بیا برویم اما راساکوشا گفت نگفتمت که اندیشت نااستوار است آیا میتوانی سفری چون این پر خطر آغاز کنی بیان که نخست به درگاه خدای پیروزی نیایش بری و از او یاری جویی تو باز ما بعضی چیزا رو قبلا خواهیم چیز گفت رو تصف کردیم من نمیدونم ولی خب خیلی چیز خوبی از آدم دیدی نگفتمت که اندیشت ناستوار است آیا میتوانی سفری چون این پرخطر آغاز کنی بیان که نخست به درگاه خدای پیروزی نیایش بری و از او یاری جویی؟ پادشاه گفت راست گفتی چنان مشتاق بودم که خدای پیروزی را فراموش کردم پس به درگاه چی؟ این چیه؟ گانشاه پس به نه همه که خدای پیروزی آره راحتش کن خدای پیروزی چون گفتیم قشنگ بود آره بگو پس به درگاه گانشاه خدای پیروزی نیایش برد و گفت سپاس بر توی خدای پیلچهر که خرطومت به رقص اندر است سپاس بر تو که در پیشگاهت دشواری آسان گردد همانند مه و میغی که پیش از سر زدن خورشید بخار شود سپاس بر تو به یاریت زبونی بر تو بله 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 سپاس بر تو که به یاریت زبونی زبونی بر توانایی چی دیگه؟
سپاس بر تو که به یاریت زبونی بر توانایی چیره گردد. سپاس بر تو که بی تو دانایی نادانی و نادانی دانایی شود. سپاس بر تو که گوشهایت مانند دو پرچم پیروزی در وزش باد می رقصند. آنگاه سفر را آغاز نهادند. روز و شب در جنگلی پر از جانوران و بوزینگان و اقوام وحشی راندند. شاه نگران پیش آمد بود. نه می خورد و نه می خوابید. تنها نفس می کشید و به تصویر خیره می شد. نیمروزی که زیر سایه انبوه درخت کادامبا به آسایش پرداخته بودند، پادشاه زمانی به تصویر خیره ماند و ناگهان خاموشی را شکست و از راساکوشا پرسید: دوست من، زن این است، اما من به راستی زنان را نمی شناسم. بگوی سرشت و گوهر هر زن چیست که من ذات او را نمی دانم. راساکوشا لبخندی زد و گفت: سرور من، این پرسشی است بس دشوار. جای دارد این معما را از خود شهزاده بپرسی. در آغاز تابشدری آفریننده جهان چون به خلقت زن رسید، دید آنچه مصالح سرد و سخت برای خلقت آدمی لازم است در کار آفرینش مرد به کار رفته و دیگر چیزی نمانده. در کار خود واله گشت و پس از اندیشه بسیار چنین کرد: گردی آرز از ماه و تراش تن از پیچک و چسبندگی از پاپیتال و لرزش اندام از گیاه و نازکی از نی و شکوفایی از گل و سبکی از برگ و پیچ و تاب از خرطوم پیل و چشم از غزال و نیش نگاه از زنبور عسل و شادی از نیزه نور خورشید و گریه از ابر و سبکسری از نسیم و بزدلی از خرگوش و غرور از طاووس و نرمی از آغوش توتی و سختی از خاره و شیرینی از انگبین و سنگدلی از پلنگ و گرمی از آتش و سردی از برف و پرگویی از زاغ و زاری از فاخته و درویی از لک لک و وفا از مرغابی نر گرفت و به هم سرشت، آنچنان سرشت تا از آنان زن ساخت و به مردش سپرد. پس از هفته‌ای مرد نزد خدا آمد و گفت: خدایا، این موجودی که به من داده ای زندگی را بر من تباه کرده. پیشش پرگوییست، هیچگاه مرا به خود وا نمی گذارد. آزارم می دهد، می خواهد همیشه نوازشش کنم، می خواهد همیشه سرگرمش بسازم. بی خودی می گرید، تنها کارش بیگاریست. عجبا، خیلی خوب خیلی خوب بود این نوشته. من چی بخوندم؟ نه، اجرا حسش مهمه. قربونتون برم. خب، تنها کارش بیکاریست. مهباره از زیر درخشش جمال خود نیم نگاهی سرزنشوار به پادشاه انداخت و در دم دیده از او برگرفت و پیش از آن که مهلت سخن گفتن به او بدهد گفت: معما را بگویید. شاه همچون مرغی که افسون افعی گشته باشد زیر نگاه افسونگر او مات مانده بود. پس بر تختی برابر او نشست. آنگاه راساکوشا گفت: بانوی زیبا، من فانی بی مقدار زبان پادشاهم، آیا رخصت سخن گفتن دارم؟ شهزاده گفت: نه مهباره. مهباره گفت: بگو. آنگاه راساکوشا از جای برخاست و برابر مهپاره ایستاد و چنین سخن آغاز کرد: در دوران پیشین در سرزمینی مردی بود ملحد و خدا نشناس به نام چارواکا که میخواست زن کند. بله متوجه. بریم یه بار دیگه. در دوران پیشین در سرزمینی مردی ملحد و خدا نشناس به نام چارواکا بود که میخواست زن اختیار کند. هنگامی که در تدارک تشریفات عروسی بود، یکی از یارانش نزد او شد و وی را چنین اندرز داد:
برای آنکه پیش آمده ناگواری در هنگام زناشوییت روی ندهد، پسندیده است که کفاره گناهان خود را به گانشا ادا کنی. چارباکا طعن زنان بر او تمسخر زد و گفت ای مرد تو چقدر نادانی، میپنداری من نمیدانم که گروهی شیاد و دقل بداها را بد ببخشید میپنداری من نمیدانم که گروهی شیاد و دقل وداها را از پیش از خود ساخته و پرداختند و شعار و آیین قربانی علم کردند تا خود از آن سودی ببرند. تمام این مسخره بازی های خداسازی کار گروهی نادان یا از راه در آمده و دکان مشتی شیاد است. همین گانشا که میگویی او به چه کار میآید و چه دردی را دوا میکند؟ چگونه ممکن است آدمی با کله پیل وجود داشته باشد؟ وانگهی او چه تأثیری در کامیابی و پیشرفت کار کسی چون من میتواند داشت؟ تنها کسانی موفق و کامیاب میشوند که نقشه کار خود را بر پایه عزم و خرد استوار سازند. پی کار خود گیر، پیشرفت و کامیابی من در دستان خود من است. این سخنان به گوش خدای پیلچهر رسید، پوشیده بخندید و خرطوم خیش را به آرامی بجنبانید. چارباکا نیز دنبال عروس خود بود. هنگامی که روز خوش عروسی فرا رسید و همه چیز مهیا بود، گاناپاتی به گاوی که در کوچه‌ای پرسه می‌زد گفت ای گاو، برو و تپاله مقدست را در آستانه خانه چارباکای ملحد بینداز. گاو رفت و چنان کرد. وقتی چارباکا از خانه بیرون شد، پای بر تپاله گاو گذاشت و در دم سرید و افتاد و پایش شکست. ناگزیر او را به خانه باز آوردند و هنوز پایش خوب نشده بود که عروس مرد. دیگر بار آن دوست نزدش آمد و گفت دیدی که از پرسش گاناباتی سرباز زدی و چه بر سرت آمد؟ چارباکا پاسخ داد دور شو ای ابله، چه کسی میتواند پیش بینی کند که گاوی نکبتی بیاید و در جلوی خانه من تپاله بیندازد؟ این کار چه ربطی به گاناپاتی دارد؟ نکند او را به راستی تپاله اندازی تمامه؟ این پرستش بود. آره پرستش بود. دیدی که آره اینجا قابل دیگر بار از دیگر پرستش. آها بله خیلی مهمه این. نه از قبلش محمد، از خط قبلی دیگر بار. مرسی. خوش بود.